درود بر شما، درود بر شما. بچه پس تصویر و صدا اوکیه، شروع میکنیم. بچه خوب گوش کنید، عربی حواسه اینجا باشه. عربی میخوام دقت کنید بچه، عربی چند تا بخش داره. عربی چند تا بخش داره. یه بخشش ترجمه است. خوب دقت کنید، میخوام بهتون بگم چجوری عربی رو جمعش کنید. عربی یه ترجمه داره، 10 تا سوال، 10 تا سوال ازش میاد. عربی یه درک مطلب داره که 4 تا سوال ازش میاد. اینا تمام شد، هر جا اهمیت داشت بهتون میگم اسکرین شات بگیرید. و دوستانی که اگر فیلم گرفتید 15 ثانیه یا هر چقدر عکس فیلم اگر استوری کردید، حتما اسم منم تگ کنید. من ارزم به خدمتتون که بالاتر باشه. اوکی، مرسی. ارزم به خدمتتون که اسم پیج منم بزنید که من اونو بتونم ری استوریش کنم، استوری شما رو. درک مطلب 4 تا سوال میاد. اوکی؟ بعدش تجزیه ترکیب، تجزیه و ترکیب. تجزیه ترکیب 3 سوال میاد. ضبط حرکات، ضبط حرکات 1 سوال میاد. حالا ما میخوایم اینا رو ببینیم چجوری جمعش کنیم این درس اینا رو. و قواعد 7 الی 8 سوال میاد ازش. بچه خوب پوش کنید، حواسا 6 تون اینجا باشه. 10 14 17 18 18 و 7 میشه 25 سوال کنکور 1400. خوب دقت کنید، 25 سوال کنکور شماست. اوکیه بچه ها، سوال میپرسید اینجا جزوه رو چیکار کنیم. عرضم به خدمتتون که جزوه رو چجوری بگیریم، نگران نباشید، من اینا رو خدمتتون میگم، جزوه کتاب همه رو بهتون میگم. فعلا حواستون باشه 25 تا سوال کنکور اینجا شما دارید. این 25 تا سوال کنکور برای ترجمه شما حدوداً باید 4 ساعت زمان بذارید. برای ترجمه حدوداً 4 ساعت. اول از این بچه یه عکس از این بگیرید لطفاً، از این لطفاً یه عکس بگیرید، یه عکس از این بگیرید لطفاً. منم یه دونه عکس میگیرم. عربی یه لحظه وایسید اینجا براتون بنویسم. عربی با سعید علیزاده، عربی با سعید علیزاده. منم یه عکس بگیرم، شما هم که اسکرین شات میگیرید منم مثل شما یه عکس بگیرم. خوب دقت کنید بچه، شما 25 تا سوال دارید، حواست اینجا باشه. برای این 25 تا سوال شما برای ترجمه حدوداً باید 4 ساعت وقت بذارید. برای اینکه ترجمه تو خوب بشه حدوداً. برای درک مطلب شما حدوداً باید 5 ساعت وقت بذارید. برای تجزیه ترکیب شما 4 ساعت باید وقت بذارید. برای ضبط حرکات شما باید 2 ساعت وقت بذارید. برای قواعد شما 7 ساعت باید وقت بذارید. بچه 7 9 9 10 13 13 و 5 میشه 18 18 و 2 میشه 22 ساعت که من خودم دیویدی های کل عربی از 0 تا 100 ضبط کردم، حدودا 26 ساعت شده. حدودا که نه، دقیق 26 ساعت شده کل عربی. شما یعنی اگر بتونید 22 ساعت برای عربی وقت بذارید، 22 ساعت یعنی کمتر از یک روز بتونید وقت بذارید، کل عربیتون تمام شده. و شب عید و موقع سال تحویل که زور فکر کنم امسال میگید یا مقلب القلوب والابصار، این درس عربی تموم شد. حالا شروع میکنیم بچه ها. عربی پس دیدید اینا هستش. اوکیه، حالا بریم سراغ این قسمت. خوب دقت کنید، ما به شما یک جزوه میدیم برای بچه هایی که میان دقیق. خوب دقت کنید بچه ها، حواسه اینجا باشه. شما یه دونه
یه مبحثی میخونید، همین ساعتایی که به شما گفتم یه مبحثی میخونید به نام ترجمه. من اومدم تمام نکته های ترجمه رو از عربی هفتم تا دوازدهم براتون نوشتم. نگاه، این نکات ترجمه است. فقط شیشتونی حواستون به این مطالب باشه. اینجا به نگاه کنید، کلشو صفر تا صد براتون نوشتم، صفر تا صد. بعد از ترجمه بچه ها، بعد از ترجمه چیکار کردم؟ اینجا نگاه کنید، در چه مطلب بچه ها، بعد از ترجمه اومدم درک مطلب رو گذاشتم. درک مطلب بچه ها، خیلی از بچه ها میگن بلد نیستیم، لغت نخوندیم، خیلی ضعیفیم، که توی بخش درک مطلب بهتون میگیم. الان فعلا میخوام بهتون بگم که خواندن متن چگونه، چطور درک مطلب را سریع بخونیم، متن رو چیکار کنیم، سوالا رو چیکار کنیم، اگه عنوان مناسب داد چیکار کنیم و علاقه. بچه خوب گوش کنید، این موضوعاتیه که من براتون یه ذره کوچیک‌ترش کنم. بله اینجا موضوعاتیه که از درک مطلب در کنکور سوال اومده. حواسه اینجا باشه، از درک مطلب براتون سوال اومده. یعنی چی؟ موضوعات درک مطلب در سال 94، در سال 94 برای رشته تجربی از چی اومده؟ 95، 96، 97، 98، 99 برای رشته ریاضی. همه چی اوکی دیگه مهندس، درسته؟ در رشته انسانی، در زبان، هنر خارج از کشور، که ما همه اینها رو بعد از عید تستای جامعه 6 سال کنکور رو میزنیم. یعنی هر 6 سال کنکور رو ما با هم دیگه بررسی میکنیم. اوکی؟ خوب دقت کنید. بعد از این اومدم چیکار کردم بچه ها؟ اومدم تحلیل صرفی رو یاد دادم به بچه ها. تحلیل صرفی، من اینو درستش کنم براتون شما بدونید. خوب دقت کنید اینجا رو. بعد از این اومدم چیکار کردم؟ تحلیل صرفی رو به بچه ها یاد دادم. تحلیل صرفی یعنی تجزیه و ترکیب. گفتم بچه ها تو تجزیه ترکیب، اوکی؟ تو تجزیه ترکیب باید چیا رو دقت کنید شما؟ تو تجزیه ترکیب نگاه کنید، تجزیه فعل، لازم متعدی، معلوم مجهول، تجزیه اسم و و و الاخر. نکات انفجاری ترکیب رو گذاشتم، صفر تا صد تجزیه و ترکیب اینجا گذاشتم، که اگر بچه ها مجهول دیدی دنبال فاعل نگرد، اگر معلوم دیدی دنبال نایب فاعل نگرد. بچه ها خوب دقت کنید، اگر افعال ناقصه دیدید دنبال فاعل نگرد. افعال ناقصه کان سار لیس مادام اسم حسن، اینا فاعل ندارند. خوب دقت کنید بچه ها که اینجا بررسیش شدم. حالا اینجا چی؟ توی این جزوه اومدم ضبط حرکات رو براتون بررسی کردم. اومدم ضبط حرکات رو بهتون گفتم که تو ضبط حرکات باید چیا رو دقت کنید. بعد از ضبط حرکات بچه ها، ضبط حرکات صفر تا صدش رو نوشتم اینجا، و بعد از ضبط حرکات تستای کنکور آخر رو گذاشتم، و بعدش آخرین مطلب چی گذاشتم؟ مفهوم های کتاب درسی براتون گذاشتم، خط به خط مفهوم. درس به درس اگه مفهوم داشت گذاشتم. درس یک پایه دهم چه مفهومی داره؟ درس دو، درس سه، درس چهار، درس پنج، درس شیش، درس هفت، درس هشت، درس یک عربی یازدهم، نیا کنید، درس یک یازدهم و و و الاغل. یعنی دیگه صفر تا صد عربی رو اینجا میخوام بهتون بگم. اونایی هم که شاگرده من هستن این جزوه رو دریافت کنن، اونایی هم که نیستند خوب دقت کنید. اگر قطعی شد، دوستانی که قرار شد بیان، ما براشون اسمس میدیم، و بهشون میگیم جزوه را چجوری تهیه بکنه. اصلا الان در مورد جزوه سوال نبردید، الان میریم سراغ درس. پس بچه ها همه را فهمیدید دیگه قرار چیکار کنیم؟ همه را فهمیدید، بریم شروع کنیم درسو. پس من خوب دقت کنید، من درسو همه را بهتون گفتم، متوجه شدید بچه ها؟
بریم سراغ شروع کنیم درسو. من یه فیلمی بگیرم ببینم آماده اید یا نه. بچه ها آماده اید بریم درسو شروع کنیم؟ ببینم چه آماده اید، آماده اید، آماده اید. همه چی اوکی، اوکی. آماده هستید؟ به به به. این اسما رو باید بعدم بخونیم نیم کیا هستن که اینقدر پر انرژی هم. بله، علی نوشته نعم نعم. بله بله بله، شروع کنیم. اوکی بچه ها، ما داریم با یک اینجا باید براتون نشون بدم. اینجا شما نمیبینید، استوری میکنم. شما دارید با یه دوربین خیلی حرفه‌ای هم داریم فیلم برداری میکنیم که شما این فیلم کلاس امروز هم داشته باشید، چون یکی از بچه ها گفته باید برید تو تنظیمات اسکای روم کیفیت رو بالا ببرید اینا. بچه ها اینجا داره با یه دوربین دیگه ضبط میشه، درسته؟ ضبط اینم زدیم دیگه. اوکی بچه ها آماده اید؟ بریم بریم شروع کنیم. درس اول دهم و کل متوسطه. بچه ها میدونم اینا رو بعضیاتون بلدید، ولی ما قرارمون بود که از صفر شروع کنیم، به همین خاطر بیایید بالا از صفر شروع کنیم. بچه ها ما در عربی، از عربی چی بلدید؟ از عربی چی بلدید؟ هیچی بلد نیستید. عربیتون صفره، 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 هیچی بلد نیستید. خوب بوشه. حرکت. ما در عربی یه چیزی داریم به نام حرکت. حرکت یه بار میگم اگر کسی اینجا عربیش خوبه، که یه سری رو من میشناسم عربیشون خوبه، بچه‌ها فکر کن همه رو بریز دور، می‌خوایم از اول شروع کنیم. حرکت. حرکت چیه؟ همان چیزهایی که در کلاس اول ابتدایی یاد گرفتیم، مثلا من برا درم را دوست دارم، اسم او وحید است، ا او میذاشتیم دیگه. بچه‌ها ببین، به ا میگن فتحه، به او میگن ضمه، به ا میگن کسره. ا او فتحه، کسره، ضمه. ما در عربی یه چیزی هم داریم به نام ساکن، سکون. به نام سکون، ساکن، یا با یه هشت کوچولو نشون میدن یا با یه صفر. عربی به زبان ساده تر دارم بهتون میگم. بچه ما در عربی یه چیزی داریم به نام تنوین. ما در عربی یه چیزی داریم به نام تنوین. خوب دقت کنید. تنوین یعنی چی؟ تنوین یعنی ان، ان، اون. اوکی؟ علیون، علیین، علیین. ان، ان، اون. بمیان تنوین. تنوین رفع یعنی اون، تنوین نصب یعنی ان، تنوین جر یعنی ان. خوب دقت کنید بچه ها. ما ده یازده صفحه، یازده صفحه من عربی پایه رو میخوام بهتون بگم، یعنی عربی از به بسم الله رو میخوام بهتون بگم اولش، با هفتم، هشتم، نهم. بعدش میخوایم بریم تست بزنیم. خوب دقت کنید ها. به اینا میگن تنوین. پس رف یعنی اون، نصب یعنی ان، جر یعنی این. خوب دقت کنید بچه ها. عرب ها تنوین نصب رو الف می نویسن. تنوین نصب دیدید مثلا اشهد ان علیاً، یه عام اضافه میکنم، قلماً، الف بذارن. اگر آخر کلمت، بچه ها اگر آخر کلمت تای گرد بود یا شیش کوچولو بود دیگه آ نمیخواد. مثلا با نمیسته مدرستن دیگه یه الف نمیزنن اولش، چیز آخرش یه الف نمیزنن. مثلا آب، سو، واتر. بچه ها سو، وات، آب، ما دیگه نمیزن ما، ان، یه الف دیگه آخرش اضافه میکنن، رو همون شیش کوچولو می نویسن. بریم سراغ نکته های کاربردی. خوب گوش کنید، نکته های کاربردی. دیدید میگن فلان کلمه وزنش چیه؟ حواستا اینجا باشه بچه ها. میگن وزنش چیه؟ مثلا میگن کلمه، مثلا میگن یذهب از چی ساخته شده؟ میگن ذهب. سعید میگن بر چه وزنی؟ فعیل. سجاد، فعال. اوکی اینا رو شنیدید دیگه همتون. بچه ها در عربی کلمات وزن دارن و سه حرف ف و عین و ل استفاده میکنن عرب ها. ف و عین و ل بهش میگن، به این اولی میگن فا فعل، عین فعل، ل فعل. مثلا اسم من سعید است، ریشه سعده. یا فعل یذهبونه، ریشه ذهبه. یذهبونه بچه به ز بگن فاعل فعل، به هی دو چشم عین الفعل، لام الفعل. یعنی فی فعل، فی فعل،
عین فعل، لی فعل، فاعل فعل، عین فعل، لامل فعل. بچه ها همین چیزهای ساده رو بچه ها یاد نمیگیرن. بعدا میگیم بچه ها در مجرور کردن عین فعل را فتحه میدیم. طرف میگه چی؟ عین فعل چی بود؟ فتحه چی بود؟ بچه ها یه بار دیگه، اگه میخوای انگلیسی یاد بگیری، کلا میخوای زبان یاد بگیری، باید از صفر 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 یاد بگیری. چون بعضی بچه ها اینا رو که بلدیم، اینا رو هم که بلدیم، بعد میره جلوتر به مشکل برمیخوره. خوب دقت کنید ها، چون بعدا دیگه کسی نمیتونه بگه من پایم ضعیفه. اولین حرف فای فعل، دومی عین فعل، سومی لام الفعل. بریم سراغ این قسمت. کلمه در عربی سه جوره: فعل، اسم، حرف. بچه ها با من تکرار کنید: فعل، اسم، حرف. یه بار دیگه بچه ها حتما جایی که میگم با من تکرار بکنید. چرا شما آهنگا خوب یادتون میمونه؟ خوب دقت کنید، چون تکرار میکنید با خواننده. مثلا بانه مثال من میگم شهر ما، شما میگی خانه ما. نه، من میخواستم میگم شهر ما سراب است. هرگز نشه فراموش، شما میگی لامپ اضافی خاموش. نه، میخواستم میگم هرگز نشه فراموش مثلا درستون رو بخونید. به این ناخودآگاه تکرار میکنی. یا دیدی خواننده میخونه، طرف باش میخونه، طرف همه آهنگای هایده، ابی، دایدو، کوین، انریکه، بیتز، متال، راک، همه رو حفظه. بعد بهش میگی معلم فیزیک صبح چی درس داد؟ اینجوری مونه: محمد مگه صبح فیزیک داشتیم؟ بیا آره دیگه خنگول، صبح فیزیک داشتیم دیگه. بچه ها پس یادتون نره، حتما باید تکرار بکنید. بنویسید فایده نداره، بشین اینا رو بنویسی، اینا رو بنویسید دو دقیقه بعد یادت میره. اوکی؟ بچه ها همه دارن کامنت میدن، عرضم به خدمتت که میگن آقا چقدر خواننده حفظی. بچه چی فکر کردی من خواننده های عربی رو فقط حفظم؟ بچه ها بریم سراغ این قسمت. کلمه در عربی سه جوره: فعل، اسم، حرف. اسم، فعل، حرف. اسم، بچه اسم اصلا به چی میگن؟ اسم چیزیست که معنی دارد ولی زمان ندارد. معنی دارد، زمان ندارد. مثلا رجل یعنی مرد، چه زمانیه؟ مثلا دیروز زن بوده، امروز مرد شده. نه، زمان نداره. مسجد، بچه ها همینطور. حالا اینجا رو خوب بشنوید بچه ها. سوال، خروج، خروج یعنی خارج شدن. خروج، خارج شدن. بچه ها این فعل یه اسمه. بچه ها خروج یعنی خارج شدن، فعل یه اسمه. ابوالفضل، نهال، بهار، ماشاءالله تعدادتون زیاده، همه اسما رو نمیشه خون. بله، یه سرتون نوشید فعل، یه سرتون نوشید اسم. تو الان دوازدهم هستی. خیلی از بچه ها میگن این چیه؟ میگن این فعله. بچه ها فعله چیه؟ این فعله؟ اصلا خوردن، خوابیدن، پوشیدن، نوشتن، اینا مسترن، اسمن. اصلا چه زمانی الان؟ خارج شدن شما به من بگونم چه زمانیه؟ خارج شد زمان داره، خارج می شود زمان داره، خارج خواهد شد زمان داره، خارج شد زمان داره. بچه ها این زمان نداره که. خارج شدن چه زمانیه؟ خوردن، خوابیدن، پوشیدن، مستر. پس همین چیز ساده رو بلد نیستی، میری جلو تا به مشکل برمیخوری. پس یه بار دیگه میگم، یه بار دیگه تاکید میکنم، هر چی میخوای یاد بگیری از صفر 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 یاد بگیری. یه سوال: چرا خیلی از بچهای قوی زیستشون بالای 80 90 نمیره، فیزیکشون بالای 70 80 نمیره، عربیشون بالای 70 80 نمیره؟ تا حالا به این موضوع فکر کردید بچه‌ها؟ چرا به این بعضی از بچه‌ها درصدشون بالا نمیره، بالای این درصدا؟ کسی میدونه دلیلش چیه؟ من بعداً یه میکروفونم میدم، اگر کسی سوال‌های درسی یا غیر درسی ازش پرسیدم تونست جواب بده. ستایش نوشته خیلی ادعا دارن. نه اینجوری نیست. نازنین نوشته پایه‌ای مشکل دارن، حفظ کردن. نه اینجوری نیست. کسایی که دارن پیام میدن، من پیامشونو اینجا دارم میخونم. کمکاری، کم خوندن، نه فضولی میکنن. نوشته سما نوشته پایه ضعیفی دارن. عتی نوشته پایه مشکل دارن. نه نه، دلیلش این نیست بچه ها. اگر مشکل داشته باشه دیگه 80 نمیزنه که. دلیلش میدونی چیه؟ بذار خوب گوش کنید دلیلشو بگم، حواس اینجا باشه. یه بار دیگه میگم بچه ها، اگر از کلاس امروز کسی فیلم گرفت، اولا که فیلم گرفتی ببر به بچه ها، هر کسی خواست بده استفاده بکنه، من راضیه، راضیه، راضی هستم، اصلا مشکلی ندارم. هر کسی ریکورد گرفت، فلان گرفت، چون بعضی ها میان میگن ما راضی نیستیم، حلال نیست، فلان. نه، هر کسی هر کاری، به هر کسی هر چی یاد بدی بچه ها، کائنات انرژی مثبتشو برات برمیگردونه.
خوب دقت کنید، حواس اینجا باشه. اون این فکر کنم اینترنت قطع میشه شما بعضی موقع صحبت می‌کنید مال این. آره، بعد به خاطر همین دلیلش میدونید چیه بچه ها؟ دلیلش اینه که داشتم اینو گفتم، اگه ضبط گرفتید خواستید به دوستاتون هم بدید، اونا هم فیلم رو ببینن. اگر یه تکیه‌ای از فیلم هم کسی خواست امروز فیلم گرفت استوری کرد، لطفاً اسم پیج منم بزنم، من بتونم ری استوری بکنم استوری شما رو. داشتم اینو میگفتم، دلیلش اینه که بچه ها خیلی از دانش آموزایی که میخونند، خیلی از دانش آموزایی که میخونند مشکلشون اینه که ساده ها رو بلد نیست. مثلا آخرین نفری که اینجا پیام داده، مثلا ابوالفضل اینجا پیام داده، ابوالفضل میره 80 میزنه. میدونی چه سوالایی غلط میزنه؟ سوالایی که همه بلدن. به خاطر همینه بعد آزمون اینجوری میگه وای علی این سوال دیگه هر خنگی بلد بود، من بلد نبودم، عجب سوالی رو اشتباه زدم. ای مریم نگاه کن چقدر من خنگم، اینو دیگه همه بلدن، گربه های خیابونم به خدا این تست رو درست بزنن، چقدر من خنگم. میدونی چرا؟ چون تو فکر نمی کردی بچه ها تو کنکور از این سوالای آسونم میاد. فکرشو نمی کردی تو کنکور از این سوالای آسونم میاد. سوالی که تو کنکور خود من بود میدونی چی بود؟ توی درس تاریخ نوشته بود که امام، تو یکی از آزمونا نوشت، تو یکی از آزمونا نوشته بود امام هفتم، چیز ببخشید، امام هادی چندمین امام شیعیان است. نوشته بود امام هادی چندمین امام شیعیان است، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، و من اشتباه زدم. استیکر خنده دارید میفرستید؟ الان خودتون بگونم، الان که داری میخندی، امام هادی چندمین امام شیعیان است. خود بگونم امام هادی چندمین امام شیعیان است. یکی نوشته نهم، یکی نوشته هشتم، یازدهم. امام هادی چندمین امام شیعیان است، هشتم، نهم، دهم، یازدهم. نگاه کن تو رو خدا. باش، دیدید؟ داشتید به من میخندیدید؟ به خود دارید اشتباه می‌نگارید. بچه‌ها پس حواستون باشه، تو کنکورم همین جوریه. دانش آموزهای خیلی قوی آسون‌ترین سوال‌های کنکور اشتباه می‌زنن، چون اصلا فکرش نمی‌کنه از اینا سوال بیاد. بچه‌ها بریم سراغ ادامه درس. پس اینا رو نگید بلدی، میدونم بلدی. دوباره گوش کن، وقت تو نمیگیره که، دو ساعت فکر کن وقتت گرفته شه. پس اسم فهمیدیم چیه. فعل بچه ها، فعل هم معنی دارد هم زمان داره. مثلا ذهب رفت، کی رفت؟ مثلا دیروز رفت. حرف ها مثلا من، از، ثم، سپس، نه معنی داره نه زمان داره. پس بچه ها فهمیدیم که خلاصه فعل ها هم معنی دارن هم زمان دارن، اسم ها فقط معنی دارن، حرف ها هیچی، نه معنی داره نه زمان داره. بریم سراغ نشانه های اسم. بچه ها اسم ها چه نشانه هایی دارن؟ اسم ها الف لام نشونه اسمه، خوب دقت کنید، الف لام نشونه اسمه، معادل د انگلیسی د، مثلا د تیچر، اوکی، عربا بهش چی میگن؟ المعلم. بچه ها ال تلویز، ال ایمان. تنوین نشونه اسمه، ان، ان، اون نشونه اسمه. اگر آخر کلمه ای تای گرد باشه اسمه، اگر آخر کلمه ای تای گرد باشه اسمه، مثل قاعت، سالن، فراموش نکنید ها. مثلا تو کنکور نوشته مبارات، بچه ها طرف نمیدونه این مبارات فعل اسمه، مبارات فعل اسمه، بچه ها فعل اسمه، اسمه. کسی معنیشو میدونه؟ معنی مبارات چی میشه؟ معنیش چی میشه؟ معنیش چی میشه؟ نهال، اولین نهاریه که درست زد. آفرین عبدالرحمن، ستایش فریما، آفرین، یعنی مسابقه، احسن، مسابقه، احسن، اسمه، اسمه، بچه یادت نره اسمه. بریم سراغ بعدی. در عربی معمولا تنوین، بچه ها خوب بوشه اینجا را، در عربی معمولا اسم ها یا الفلام دارن یا تنوین. بچه ها یه سوال، چرا معلم مدرسه میگفت الفلام با تنوین جمع نمیشه؟ کسی میدونه؟ اگه کسی میتونه بیزنب بگه. نه، اگه کسی میدونه بگه. بچه ها من از این فیلم امروز کلاس دارم
دارم ریکورد میگیرم، ضبط میکنم. شما هم ضبط نگرفتید مهم نیست، کلی گفتم هر کس خواست. چون دو تا نشونه اسم نه دلیلش آفری مونا درست گفت. بچه ها هر وقت کسی بود من هر وقت سوال پرسیدم میکروفون میدم، اگه میکروفون داشت بهش میگم وصل کنه. درست گفت نگین و بقیه بچه ها درست گفتن، درود بر شما. دلیلش اینه که بچه ها الفلام نشونه معرفه است، اسم شناخته شده است. تنوین نشونه اسم ناشناخته شده است. یعنی چی؟ عرب ها میگن اسمهایی که میشناسیم و الفلام میدیم، اسمهایی که نمیشناسیم و تنوین میدیم. بچه ها نمیتونی که تو همزمان هم طرف رو بشناسی هم طرف رو نشناسی. مثل یه مامانت الان بگه که این آقا کیه؟ بگی علیزاده است. نه 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 نمیشناسمش. مامانت میگه به دخترم بالاخره میشناسیش نه نمیشناسی؟ آره رو مامان میشه. نه 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 نمیشه. بچه یا میشناسی یا نمیشناسی، یا معرفه از یا نکرست. بچه ها پس به خاطر اینه نمیتونن هم الفلام بگیرن یا تنوین. تو ضبط حرکات سوال اومده، تو ضبط حرکات اسم هم الفلام داشته هم تنوین، 100% غلطه. بچه ها پس یادتون نره. پس نتیجه میگیریم یک اسم فقط یکی از این دو علامت میگیره، الشجرت یا شجرتون. خوب بود گوش کنید. بریم سراغ ضمیرها. بچه ها ضمیرها هو هما هم موصولا الذی التی اسمای شرا هازا ذالکه مسرها اخراج بر وضع افعال استکبار استفعال اسم استفهام یا پرسشی کیفه عینه اسمای شرط من ما همشون اسمن، همشون اسمن. یادت نره اینا همشون اسمن. نشونه های فعل، اگر کلمه ای قبلش قد لم لما این اینا باشه فعله، اوکی؟ اگر برواز یفعل و یفعلو باشه فعله. حالا اینا رو شما وزناشو نمیخواد دیگه، میدونید یکتوب و فعله، یذهب و فعله. اسم از نظر جنسیت بچه ها، اسما از نظر جنسیت یا مذکرند یا مذکرند بچه ها بیا بالا، یا مذکرند یا مؤنثن، یا نرن یا مادن، یا بابا یا مامانن، اوکی؟ غیر از این که نیست. اسمی که علامتهای تای گرد الف همزه آخرش نداشته باشه اون اسم مذکره، اون اسم مذکره. بچه ها این علامتها علامتهای مؤنثه. تای گرد، با من تکرار کن، تای گرد. خواهشن اینا رو تو خونه تکرار کنی، مهمون نشسته ولش کن کل باشنا، تو تکرار کن. همون مهمونی که الان اومده مزاحمت شده فردا قبول نشی میگه کل باشنا، نمیگه که اومد خونه با تو حرف زد وقت تو را تلف کرد که. پس یه بار دیگه ولش کن اونو. بچه ها برو در گوشه مهمون داد بزن، بگو تای گرد، بگو الف و همزه. بچه ها اگر اسم اینا رو داشته باشه مؤنث، اگر نداشته باشه مذکره. حالا خوب دقت کنه، مذکر انسان یا حیوان. انسان حیوان اشیا رو در حکم مذکر، سعید آرش سور. بچه ها سور یعنی گاو نر، گاو نر. نمل یعنی مورچه. اسد یعنی شیر. کتاب یعنی کتاب. بحر یعنی دریا. اینا مذکرند، اوکی؟ پس یادت نره. بریم سراغ صفحه بعد. مؤنث به انسان یا حیوان در حکم مؤنث میان، مثل فاطمه، مریم، بقره، شمس، صحرا. اینا مؤنثند، اینا مؤنثند، فراموش نکنید. فاطمه، مریم، بقره. بقره یعنی چی؟ یعنی گاو ماده. سور چی بود؟ گاو نر. شمس خورشید. صحرا بچه ها یعنی همون مؤنثه. چرا مؤنثه؟ چون الف و همزه داره، ولی ما الف و همزه داره. خوب گوش کنید، الف و همزه رو بردار، چند تا میمونه؟ یه دونه. پس این مذکره، این مذکره. اینجا رو نگاه کنید، اگر آخر اسمی الف و همزه زائد باشه مؤنثه. زائد یعنی چی؟ یعنی این علامت رو برداشتی صرف بمونه. صحرا، سحر، خزرا، خزر، زهرا، زهر،
اما جبرا 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 اینجا رو نگاه کن، بیا اینجا بیا اینجا. ما یعنی آب، دوا دوا بردار، دو میمونه دووه مذکره. اوکی پس یادتون نره. بریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی رو نگاه کنی بچه ها. یه سری از آقایون هستن، من روی این تبلته ندارم هنوز تخته و چیزو. بچه ها یه سری از آقایون هستند که علامت مؤنث رو دارند ولی مؤنث نیستن، مذکرن، مثل ماویه خانوم، حمزه خانوم، زکریا خانوم. بچه ها اینا مؤنث نیستند ولی علامت مؤنث رو دارن. اسم این آقایون رو گذاشتیم آقایان چادر به سر. آقایان چادر به سر. بچه ها بگو آقایون چادر به سر. آفرین عبدالرحمن، حمزه، طلحه، الاغیر. بچه ها یادتون نره آقایون چادر به سر اینا. اوکی؟ آقایون چادر به سر، آقایونی که علامت اینا مؤنث نیستن، همه چی بله براش مؤنث بیاد، مثل هازا. اوکی؟ اینا واقعا آقاستی، ماویه فکر کن خانم باشه، اینا در اصل آقا. بچه ها بریم سراغ نکته بعدی. مؤنث های قراردادی. یه سری کلمات قراردادی خانومند، یه سری کلمات قراردادی خانومند، مثل بعضی از اعضای زوج بدن قراردادی خانومند. مثلا میگیم عین یعنی چشم، 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 گز، عین میگن نورالعینی یعنی نور چشم منی. بچه اعضای زوج بدن خیلی هاشون مؤنثن. حالا اونا اگه چششون ضعیفه به چششون چی میزنن؟ عینک، یعنی چشم کوچک، فارسیشه عینک یعنی چشم کوچک. ید، ید یعنی دست، دیدی؟ میگن ید الله. رجل، پا. اوکی، اوزون، گوش. اوزون، گوش، گلاخ، مونه بیزره براخ، گوش. بچه همه اعضای زوج بدن، نه عینک رو همین جوری گفتم بچه، گفتم کلمه عینک از این اومده. بچه میگه عینک مذکره مؤنثه، نازنین عینک مذکره مؤنثه، من همین جوری گفتم بدونی این کلمه رو. بچه همه اعضای زوج بدن مؤنث نیستن، بعضیاشون مثلا گونه آغاز، ابرو آغاز، کتاب درستون نیست، در همین حد یاد بگیرید. جمع مکسرهای غیر انسان مثل طیور، پرندگان، مزاره. بچه ها یادتون نره اینا مؤنثن. جمع های غیر انسان خیلی کاربرد داره بچه ها، خیلی کاربرد داره. چقدر کاربرد داره؟ خیلی. اسمهای شهرها و کشورها خانومه، به خاطر همینه میگن ایران خانوم، مدینه خانوم، اسم شهرها و کشورها خانوم میذارن. مثلا من یه شاگرد داشتم تو شیراز، اسم دختره بود شیراز، تازه 16 سال آمریکا زندگی کرده بود، 2 سال بود اومده بود ایران. اوکی؟ مثلا من اسم بچه همو بذارم سراب، سراب علیزاده. بچه ها یه سری مؤنث ها قراردادی خانومن، مؤنث های شنیدنی هن، مثل نار، آتش، نار، آتش، نار، آتش، دار، خانه، دار القرآن مثلا. البته شمالی ها به درخت هم میگن دارا، دار و درخت، دار المجانین. بچه ها دار المجانین کتاب کی بود؟ بذارید فیلم بگیرم نمیم کی درست میگه. دار المجانین کتاب کی بود بچه ها؟ ببینم کی ادبیاتش خوبه. دارالمجانین یعنی خانه دیوانگان. بل بلد نیستید، کتاب جمالزاده. تا برید تو گوجل سرچ کنید بچه تموم شد. شمس، خورشید. حرب، جنگ. اوکی بچه اینا رو نگید کجا بنویسیم، ای حیف جزوه داشته می‌نویسید. من میخواستم اول بدم کیا هستن اونا که ثبت نام کردن،
که یه سری آقا واقعا میخوام بیان یا الکی رفتن ثبت نام کردن، چون به همه هم ما پیام دادیم دیگه. بعد اون تعدادی که اینجا کاربر میمونه با اونا کار داری. بهتون میگم بچه ها، ما یه کانال جداگونه برای اینایی که میمونند هستیم، براشون درست میکنم، یه کارهایی دارم که بهتون میگم، نگران نباشید. ریح یعنی باد، رایحه. نفس یعنی خود. سما آسمان، سما دختری از آسمان. بئر چاه، ببینید همه چی اوکیه. ارض زمین، اوکی بچه ها، اینا قراردادی خانومن، اوکی قراردادی خانومن. بریم سراغ بعدی. اسم از نظر تعداد، اسمها یا مفردن مثل معلم، یا مثنان مثل معلمان معلمینه، معلمتان معلمتینه، اوکی اینا مؤنثن بچه ها. معلمتان معلمتانی مؤنثم، معلمان معلمینه مذکر. آقا معلم سوال، اوکی من اینجا تختره می دیدم خوب میشد بچه ها. سوال آقا معلم، فرق بین معلمانه با معلمینه در چیست؟ همیشه بچه ها این سوال می پرسیدن، همیشه بچه ها سوالشون این بود که ریلود کنم، یعنی بچه ها سوالشون این بود. عبدالرحمن درست گفته تا اینجا، بله. بهنوش، الهه، مبینا، بله. نه نه این اشتباه گفته، بله 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 درسته. بچه ها اگه کسی میکروفونش وسته میتونم میکروفون رو بدم بعد ازم بخمندین که بگه. عطیه، بله، عالی. ببینید من بگم دلیلش رو، خوب روش کنید، دلیلش رو بگم خودم. بچه ها حواست اینجا باشه، دلیلش فرق بین معلمانه با معلمینه در چیست؟ ببین عزیزم، در عربی فاعل داریم که مرفوع، مفعول داریم که منصوبه، مضاف الیه داریم که مجروره. حالا عرب ها فاعل را با آنه میارن، مفعول را با عینه، یعنی مرفوع آنه، منصوب و مجرور عینه. یه بار دیگه بچه ها اینجا رو نیا کن، اینجا رو نیا کن، تخته رو ولش کن، تخته رو بیخیا، اینجا رو نیا کن. ببین معلم و آخرش چی داره؟ او. عرب ها میگن به جای او بر اونا یه دوتایی هم مسنان آنه بذار، به جای او آنه بذار، به جای اوعه عینه بذار، عینه. پس آنه به جای او. ببین بچه ها، آنه یعنی مرفوع، مرفوع. دیگه الان کسی سوال نمیپرس از من آقا ببخشید مرفوع چیه؟ امروز اول کلاس فهمید مرفوع یعنی او. مرفوع رو با آنه میذارن، منصوب و مجرور با عینه، منصوب مجرور عینه. یعنی چی؟ بیا برو اینجا رو من نگاه کنید، تخته بشکن. آمد دو معلم، آمد فعل، دو معلم فاعل، یعنی چی؟ آنه. پس میشه جاء معلمانه. بچه ها دید دو معلم، دید فعل، دو معلم فاعل. چه کسی را دید دو معلم؟ دو دانش آموز را. دو دانش آموز را میشه مفعول. مفعول چیه؟ منصوب. بچه ها پس فاعل مرفوعه. حالا بعضی هم میگن ما کجا میگیم فاعل مرفوعه؟ قرار داده. این چه رنگیه؟ سفید. این چه رنگیه؟ مثلا میگید سبز. اسم این چیه؟ موبایل. چرا به این میگن موبایل؟ چون از بچه گفتم موبایل، بهش میگفتم مثلا پیراهن، میگفتم پیراهن. قرار داده دیگه بچه ها. چرا پشت چراغ قرمز وای میستیم؟ چون میگن پشت چراغ قرمز وای میستیم، قرار داده. بچه ها فاعل همیشه مرفوعه، قرار داده. مفعول همیشه منصوبه، مضاف الیه همیشه مجرور. این قراردادها رو یاد بگیریم یواش یواش داریم میریم جلو، چون امروز جلسه اوله، از صفر صفر داریم میگیم. به خاطر همین بچه ها بریم سراغ جمع. ما در عربی یا جمع سالم داریم یا جمع مریض داریم. یا سالمن یا مریضن، یا آقایون سالمن یا خانما سالمن. بچه ها جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم علامتش با چیه؟ اونه و اینه، اونه و اینه. معلمونه معلمینه،
اوکی؟ معلمون معلمین دقیقا مثل مثناست، یعنی اونه برای مرفوعی اینه برای منصوبی، اونه مرفوعی اینه منصوبی. دید معلمها، معلمها فاعله. چه کسی را؟ معاونها را، معاونها را مفعوله. بچه ها پس یادتون نره، من یادتون نره. حالا اینجا رو نیا کنید، حواستان باشد. قوانین جمع قانون، شیاطین شیطان، قرون قرن. بچه ها میدونی قرن یعنی چی؟ ببینم کسی میدونه اینجا قرن یعنی چی؟ قرن معنیش چی میشه؟ نه نه، کسایی که دارن مینویسن هیچ کس درست نگفته. نه تا الان هیچ کس، اونایی که دارن تایپ میکنن هیچ کس درست نگفته. نه نه نه، قرن یعنی نه. همه تون دارید مینویسید صد سا. آفرین علیرضا، احسن علیرضا، درست گفت علیرضا، درست گفت. تنها کسی که تا اینجا تایپ کرد، تا اینجا احسن، ابوالفضل، فاطمه، اول نفر علیرضا درست گفت. بچه ها دقیقاً قرن از بین 194 نفر، بچه ها کی درست گفت؟ یعنی شاخ. بچه ها قرن یعنی شاخ، اوکی؟ میان یارو شاخ شده برامون، یعنی 100 سال عمر کرده دی، یعنی قرن. قرون یعنی شاخها، شاخها. قرن یعنی شاخ. بچه ها بریم سراغ بعدی. پس اینو خوندیم، معنیش میشه شاخ ها، قرون. مزامین مزمون، تمارین تمرین، سلاطین سلطان، اینا همه جمع مکسرن. همه چی هن؟ جمع مکسرن. علی خوب نوشته. حالا من اثباتونو دارم اینجا هی عکس میگیرم، فیلم میگیرم، اثباتونو دارم. اینایی که قراره آنلاین شدن از اول کلاس تا آخر کلاس، مهندس اینا رو داریم دیگه، کیا هستن اسمشونو، اونایی که آنلاین شدن. عرضم به قبلی که علی نوشته ذوالقرنین. آفرین، صاحب دو شاخ. میگفتن کوروشه بعضیا، تو قرآن هم اسمش اومده ذوالقرنین، صاحب دو شاخ. قرنین، قرنان، قرنین. بچه ها بریم سراغ بعدی، جمع مؤنث سالم. بعضی میگن اصلا نداریم جمع مذکر سالم. فکر کن یه سری آقا جمع بشن مذکر بشن و سالم بشن، اصلا چنین جمعی نداریم. فکر کن چند تا پسر جمع یه جا جمع بشن مذکر بشن سالم هم باشه. پسرا برعکسن، میگن فکر کن جمع مؤنث سالم که اصلا نداریم. فکر کن یه سری خانم جمع بشن مؤنث بشن سالم هم باشن، اصلا نداریم. اسمایی که به آت، آت زائد ختم میشن مؤنثن. اسمهایی که به الف و ت ختم بشن مؤنثن، مثل معلمات، اطلاعات، امتحانات. حمید رضا نوشته چرا استاد هست، ما جمعمون همه سالمیم و مذکریم. بله. انتخابات، ارتباطات. بله. اثبات. بچه ها معلمات، اطلاعات. اینجا رو نگاه کن، بیا بالا، همه بالا. اثبات، ابیات، اوقات، اموات. اثبات، ابیات، اوقات، اموات. اثبات، ابیات، اوقات، اموات. با من تکرار کن، فایده نداره، اون به درده خودت بخوره. با من تکرار کن اینا، بگو اثبات، ابیات، اوقات، اموات. اثبات، ابیات، اوقات، اموات. اینا جمع مکسرن. اثبات جمع چیه؟ صوت. ابیات بیت. اوقات وقت. اموات میت. نگی موتا، موت یعنی مرگ. شدی میگن خدا اموات تو زیاد چیزه، میگم زیاد کن خدا اموات تو بیامرزه، اوکی؟ اموات جمع میت، ما که میگیم میت مرده، میت اموات مرده ها. جمع مکسر قانون خاصی نداره، عشقیست. نوشتم مثلا باب میشه ابواب، طریق طرق، مسجد مساجد. کی میتونه بگه حاجت جمع مکسرش چی میشه؟ ببینم چی تایپ میکنه. من اینا رو فیلم میگیرم، آدارم اینجا فیلم میگیرم چی داره درست تایپ میکنه. بله احسند، احسند.
احسن احسن بچه ها حوائج میشه، اونا که نمیشن حاجات. حاجات جمع مؤنث سالمه، اوکی؟ حوائج یا باب الحوائج. بچه ها طریق طرق، عبرت عبر، حواست باشه. حالا بریم بچه ها چند تا تست بزنیم، خوب دقت کنید ها، حواسه اینجا باشه. ببینم چی کار میکنید تستا رو، تستا رو چی کار میکنید؟ بیایید بالا، بیا بالا، همه بالا. سوال بچه ها زودتر حل نکنید فقط لطفا. سوال یک، سوال یک رو لطفا حل کنید، فقط یک سوال یک رو لطفا حل کنید. ببینم چیا درست تایپ میکنم. میگه من سرعت، آها، یکی از خوبیای این کلاس‌های من، چه در اینجا چه در مؤسساتی که شما میایید، چه اونا که اولین بار دارن میان، اینه که ما سرعت سوالا رو کار میکنیم بچه ها، سرعت سوالای کنکور هم کار میکنیم. بله احسن احسن، چون تعدادتون خیلی بود دیگه اسما رو نگفتم. جواب میشه گزینه الان میفهمید چند. بچه ها لطفا بعدی رو حل نکنید، عجله نکنید، بذار با هم حل کنید. ما ببین نگاه کن، اصلا ما نیومدیم اینجا تست حل کنیم، اومدیم چند تا تست حل کنیم که یاد بگیریم. خوب گوش کنید بچه ها، نوشته یا صدیقی فلان حاضهی، حاضهی مؤنث، منزدتم مؤنث، مریم مؤنث، واجبات آت داره مؤنث، اوکی، ساعت آت داره مؤنث، اوکی، اینا مؤنث گفتیم، هر چی آخرش آت باشه مؤنث، جز اون چهار تا که خوندیم. بریم سراغ گزینه های بعدی. نعمت مؤنث، این مؤنث، اوکی، میوه. سلامت مؤنث. کدوم گزینه بیشتر از همه داشت؟ گزینه دو. بچه ها تست یک جوابش شد دو. بریم سراغ تست دو. گفته در چند اسم مؤنث داری بچه ها؟ کم، کم یعنی چند تا، میدونم بلدید، من کلن گفتم از صفر قرار شروع کنم. چند تا اسم مؤنث در این عبارت داریم؟ بله بله، گزینه بگید بچه ها، گزینه، گزینه چند میشه؟ نگید چند تا، گزینه بگید. عاشق این تون تون تایپ کردنتونم بچه ها. بریم سراغ جوابش، بریم سراغ جوابش. یک، ام یعنی مادر، ننه، مام. واجبات، حدیقت یعنی باغ. فواکه بچه ها یعنی میوه ها، جمع اینه. تازجت یعنی تازه. یک، دو، سه، چهار، پنج، پنج تا داشت بچه، گزینه چهار. بریم سراغ بعدی بچه ها، تست میزنیم، بررسی میکنیم. سوال سه، سوال سه رو لطفا حل کنید. چند اسم مؤنث در این عبارت آمده؟ خیلی خوب دارید تایپ میکنید بچه ها. بریم سراغ بررسیش. اصلا اینقدر تون تون میره میاد، من نمیتونم اسمارم بخونم. بچه ها بریم سراغ بررسیش، بریم سراغ بررسیش. مؤنث ها، بریم سراغ بررسی. یک، معلمت، قلعه. بچه ها گفته چند اسم مؤنث ها، بعضی فعلا رو میشمارم میگن ها این مفرد مؤنث مخاطب، نه اسم مؤنث. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت. چرا؟ اسم شهرها و کشورها چی بود؟ شهرها و کشورها چی بود؟ اینجا نگاه کن. محافظت، بچه ها کسی میدونه محافظت یعنی چی؟ منیش محافظت یعنی چی؟
احسنت استان. میگه معلم گفت جستجو کن بگرد قلعه تاریخی در شهر ساری در استان مازندران. میشه استان. حالا بچه در مورد مدینه گوش کنید. مدینه، حواستا در مورد مدینه باشه. مدینه یعنی شهر، انگلیسیش میشه چی؟ سیتی. بچه این نکره است، این نکره است. اوکی؟ اون مدینه که تو مکه اسمش مدینه منوره است. دیدی بعضی ها مامان باباشون میرن مکه پارچه میزنه. بازش حاج آقا و حاج خانم رو از مدینه گرامی میداری. بنویسی مامان بابات از مدینه برگشته، نه از شهر برگشته. دهات بود تازه از شهر برگشته. پس یاد نره باید بنویسی بازش حاج آقا و حاج خانم از مدینه منوره. حالا مشهد هم اینجوری بعدا میخونیم مشهد یعنی چی. بچه ها بریم سراغ سوال چهار. سوال چهار رو لطفا حلش کنید. سوال چهار ساعت سوالشو من خودت بفهمی ها، بعد من میگم جوابش چند میشه و معنی ساعت سوال رو براتون میخونم. بریم سراغ سوال چهار. بچه ها تایپ کنیم بریم چی میزنه درست. به 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 بچه ها انقدر اینجا تایپ کردید اصلا من عقب موندم از این. بیا خدا چرا نمیاد، نگو رفته پایین. بله بچه ها بریم سراغ جوابش. چون تعدادتون اینجا زیاده و درست میزنین من نمیتونم اسما رو بخونم به خاطرم، ولی الان میریم جلوتر جلوتر. علکه این کنکور، این علک میشه. هی اول 1000 نفر، بعد میشه 500، 200، 100، بعد 10 نفر اول کنکور میشه کسایی که تلویزیون اسمشون رو میبره. حواست باشه، همیشه یادت باشه تو آخرین دونه ای باشی که از اون علک میمونی. بچه ها بریم سراغ جملم خیلی خفن بوده بچه ها، یه سوسماس داشت. کدام عبارت اومده توش جمع مکثر و جمع مذکر سالم؟ معن، معن یعنی با هم. ببین گزینه یک، گزینه یک نفقات جمع سالمه. جمع سالم نگفته که منظور جمع سالم یا جمع مذکر. نفقات داره یه دونه، جمع مکثر نداریم. میبینید گزینه دو مهندسون جمع مذکر سالمه و جمع مؤنث سالمه. جمع مکسرش کو؟ جسر یعنی پل، عبور هم یعنی عبور ماشینا دیگه. جمع که نیست عبور، جمع ابر که نیست بچه ها ابر، پس نمیشه. گزینه چهار، چهار لغات جمع مؤنث سالمه. پس بچه ها بریم ببینیم گزینه سه چی داره. اسوات، اسوات، ابیات، اوقات، اموات. با من گفتم تکرار کنی. اسوات، ابیات، اوقات، اموات و صیادین، صیادون، صیادین. جواب این جمع مذکر سالم، این جمع مکسره. جواب میشه گزینه چند؟ سه. بچه‌ها گزینه دو جمع مذکر سالم داره، جمع سالم داره، جمع سالم داره، مکسر یختی ندارد. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 5. بچه ها لطف کنید سوال 5 رو حل کنید. سوال 5 فقط. ممنونم از شما. بله درود بر شما، درود بر شما. بچه راهیلم توی گروه هست و داره تایپ میکنه. سلام عرض بکنم به راهیل عزیز، ایشون هم داره سوالا رو مثل اینکه جواب میده. بریم سراغ سوال 5. کدوم خطاست در فعلها به ترتیب؟ حالا فعلها رو هم میخونیم.
فعل ها به ترتیب. بله احسن احسن. کدوم خطا است؟ بیا بالا بچه ها. کدوم خطا؟ من نمیبرم بالاتر چون شما نرید سوال شیش حل کنید، چون به بعضی هرچی بگی میره بعدی. بچه ها خطا میخواد. ببین گفته لا نأکلو فعل نفیه، لا نستطیعو فعل نفیه، ان نعمل فعل مضاره. فعلا اینو داشته باشید. گزینه دو لم یا لمه. بچه ها لم یا لمه، این لمه است. برای چه فکر نمی کنی؟ برای چه فکر نمی کنی؟ تفکر نمی کنی در خلق آسمان ها؟ پس یه نکته خفن یاد گرفتیم. چی؟ این اولش رو گوش کن. حالا بچه ها اولش رو کار داریم، می خواهیم بتره کنیم اینا رو. خوب دقت کنید، لمه مساوی نیست با لم. این لمه یعنی لمازا، برای چه؟ نیه، برای چه؟ چرا؟ بیکاز، وات؟ اوکی بچه ها، لا تتفکرون، تتفکرون فعل مضارع منفی، لا تشکرون فعل مضارع منفی، تا اینجا رو داشته باشید. گزینه سه اعلمو فعل ماضی. بچه ها این ماضی نیست، این ماضی نیستش، ما این ماضی نیست. اعلمو مضارع است. چرا؟ اونا که نمیدونستن در ادامه جزوه ما با فعل ماضی مضارع امر آشنا میشیم. کسایی که بلد نیستن بذار بقیهش رو بگم. ما خلقه فعل منفی، درسته. انظر فعل امره. بچه ها تجدو هم فعل مضارع است. تنها گزینه که غلطه گزینه سه هستش و این فعلی که اینجا مشخص کردیم. این فعل اعلمو غلط. حالا بعضی ها گفته بودن گزینه یک میشه، بررسی میکنیم. من این فعلشش رو پاک کنم شما بتونید ببینید، اول از اینجا فلش میزنم. نگاه کنید بچه ها، میگن که لا نکلو نمیخوریم فعل منفی، لا نستطیعو فعل منفی، ان نعمل فعل مضارع. درسته دیگه، چیش غلطه؟ این نونش نیفتاده، منفیه. اگه نونش میفتاد میشد نهی. حالا با نفی و نهی آشنا میشه. اینو گفتم که بعضیا اینم همینطور نونش نیفتاده. بچه ها خوب دقت کنیم، بریم سراغ جزوه رو بگیم بعد برگردیم ادامه تست ها. بریم سراغ جزوه و برگردیم بیایم ادامه تست ها. خوب گوش کنید، من بگم این جمع سالم رو گفتیم، بریم سراغ جمع مکسر قانونش گفتیم. حالا اینجا رو بیا، همه بالا، سرا بالا، کله ها بالا، انرژی ها بالا. بچه ها این من یه استوری بگیرم ببینم، یه دونه اینجا بگیرم ببینم. بچه ها انرژی هاتون چطوره؟ بچه ها انرژی ها بالا هست یا نه؟ یک ساعت دقیق از کلاس گذشته. بله 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 بله، درود بر شما. به 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 به، انرژی ها رو دارید؟ انرژی ها بالا در کلاس عربی از بی بسم الله. به به، عاشق این کامنتاتون و انرژی مثبتاتون هستم، روزگارتون بهشت. ببین شک نکن، انرژی ها وقتی جمع میشه میتره کنیم، خودتون دیدید دیگه تو کلاس. بچه ها بیا بالا، همه بالا، همه بالا. اخ یعنی برادر، گارداش، برادر. اوکی کاکو دیگه، لورا چی میگفتم بچه ها به برادر؟ برار فکر کنم، برار میگفتم. حالا بچه ها اخ یعنی برادر، دو برادر. اینو گوش کنید، این اضافه کاری خیلی مهمه. دو برادر میشه اخوان اخوین، اخوان اخوین، اخوان اخوین. با من تکرار کنی ها،
بچه ها چند تا برادر چی میشه؟ اخوان یا اخوت؟ اخوان یا اخوت؟ ببین بچه ها این دوتا رو بچه ها اشتباه میگیرن. اخوان اخوان، اخوان اخوان، این دوتا رو بچه ها اشتباه میگیرن. برای اینکه اینا رو اشتباه نگیرید بچه ها، برای اینکه اینا رو اشتباه نگیرید، گوش کنید، برای اینکه اینا رو اشتباه نگیرید، شما سال بعد دانشجو میشید. آمین. میری برای خودت خونه میخری، خونه میگیری، ازدواج میکنی، میری برای خودت چی میخری؟ سینک اخوان، هود اخوان، گاز اخوان. صاحب این کارخونه چند تا داداشن؟ دو تا داداشن. چند تا؟ دو تا داداشن. اخوان اخوان این دو تا داداش. بچه ها پس یاد اینا دو داداشن، دو برادرن، دو برادر. ولی شما میرید مصر، یک گروهی میبینی به نام اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یعنی برادرها، یعنی بیش از دو برادر، برادرها، برادرز، کارداشها. یادت نره بچه ها، برادرها یا اخوت، اوکی؟ یادت نره، اینا مهمه. بعدا میبینید مضاف واقع میشه، این نونش نمیفته، این نونش بای بای میفته. پس همین چیزای ساده جلوتر به دردمون میخوره. بچه ها میرید قم، میرید اصفهان، مثلا سوهان میخرید، جنس میخرید، نوشته سوهان فروشی حاج حسین و اخوان. صاحب این سوهان فروشی چند تا داداشن؟ دو تا داداشن. اگه بیشتر از دو تا داداشه، یارو آیکیوش نرسیده که فامیلش شده اخوان. اخوان یعنی برادرها. شعری داریم به نام اخوان ثالث. اخوان اینه دو تا داداش، یه ثالث هم داره، یعنی سه تا. حالا نمیدونم دو تا یا سه تا. شاعر خیلی خاص و خوبی هم است. اخت یعنی خواهر، خواهر، سیستر، باجی، همشیره، اوکی؟ خواهر. بچه‌ها جمع خواهر میشه اخوات. دو تا خواهر میشه اختان اختین، اختان اختین. یادت نره. بچه‌ها بریم سراغ ضمیرها، بریم سراغ ضمیرها. ضمیرها اینجا رو داشتش. بذار اول بگم، خوب گوش کنید، خوب گوش کنید. سه برادر چی میشه؟ بیش از دو برادر، سه برادر، چهار برادر، پنج برادر، همش تا بی نهایت برادر میشه اخوان یا اخوت. بچه ها بفهمید چایی، اگه چایی میل دارید لطفاً بچه ها به هدفتون فکر کنید، به این چایی نگاه کن، به هدفت فکر کن، اوکی؟ زید مرسی، ممنون ازتون. بریم سراغ ادامش. نازنین نوشته نوشه جان صرف شده. چی صرف شده؟ فعل ها، ذهب از ذهبا. بچه ها بریم سراغ ضمیر. آها داشتم. بچه ها ضمیر مثل هی و شی و اینا توی انگلیسی میمونه، اوکی؟ ضمیر دیگه. ضمیر ها دو دستند، یا نمیچسبند یا میچسبند، یا نچسبند یا بچسبند. اگر نچسب باشن مثل هو هما هم، هیه هما هن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحنو، اینا معمولا اول جمله میان. چه نقشی دارن؟ بچه اینا چه نقش دارن؟ مثلا انا معلم و من معلمم. مثلا تو میگی انا طالبون، من دانشجوام. اگه دختر باشی میگی طالبتون. آف و اینا مبتدان. دو یک دو نفر نوشته اینا فاعلن. بچه ها فاعل نمیتونه که بدون فعلش بیاد که، پس هیچ وقت فاعل نیستن. بچه ها پس هو هما هم، هیه هما هن، نه نیا کن اینجا رو، ضمایر منفصل مرفوعی، ضمایر منفصل مرفوعی، ضمایر منفصل مرفوعی. بچه ها نگاه کن، نوشتم یعنی نچسب. در نقش مبتدان هو هما هم، هیه هما هن، انت انتما انتم، اینا نقششون میشه مبتدا. بچه ها نقششون میشه مبتدا. مثلا تو پسری میگی انا طالبون، من دانشجو هستم، انا میشه مبتدا. حالا دختری میگی انا طالبتون، من دانشجو هستم، دختر باشی، میشه انا میشه مبتدا، طالبون میشه خبر. حالا مبتدا چیه، خبر چیه، میخونیم ما. بریم سراغ بچه ها یه ضمیرهای دیگه. ضمیرهای دیگه مثل
ایاهو ایاهو ما ایاهو ایاک ایاک ما ایاکم. بچه ها اینا نقششون مفعوله. میدونید چرا؟ ایاک یعنی تو را، من میگم شما معنیشو بگید با من، ایاهو او را، ایایه مرا، با من تکرار کنید لطفا اینا را، ایانا معنیشو بگید بعد تکرار کنید، ایانا ما را، ایایه یه بار دیگه، ایایه مرا، ایانا ما را، ایاهو او را، ایاکه تو را. اوکی؟ اینا چون با رامیان نقششون چیه؟ آفرین، اینا مفعولن، اینا مفعولن، میبینی با رامیان، اینا با رامیان مفعولن بچه ها، اینا با رامیان مفعولند. اینجا مثالاشو نمیشنم آن قبلیه رو، اینا مفعولم به، مفعولم به همون مفعوله. هیچ وقت یادم نمیره معلممون جا خالی ها رو یه جا میگفت مفعول، یه جا رو میگفت مفعولم به. من میشستم برای امتحان اینا رو حفظ، من میشستم برای امتحان اینا رو حفظ کردم، کدوم جا خالی رو گفته مفعول، کدوم گفته مفعولم به. بعد امتحان فهمیدم بچه ها مفعول همون مفعولم به. معلم ها بعضیشون حال دارن میگن مفعولم به، بعضیشون حال ندارن میگن مفعول، مفعول همون مفعولم به، فرقی نداره. بچه ها اینا نقششون مفعوله. مثلا ایاک نعبدو یعنی چی منش؟ ایاک نعبدو یعنی چی؟ ایاک نعبدو بچه ها 24 دارید نماز میخونید، معنیشو نمیدونید ایاک نعبدو یعنی چی؟ یعنی تو را میپرستیم. بچه ها اینا رو اول جمله دیدی با فقط معنی کن، فقط تو را میپرستیم. میدونی چرا؟ چون مفعول که اول جمله نمیاد که، مهم نیست، به خاطر همین نگفتم ایاهو او را، ایاک تو را، مرا، چون با رامیان مفعولن. ایاک نعبدو و ایاک نستیم. بچه ها خوب بشه، اینا مفعولن. حالا اینجا را بیا بالا، بیا بالا بچه ها، مهمترین ضمیرها رو یاد بگیر، مهمترین ضمیرها رو یاد بگیر. بچه ها یک ضمیر داریم، اولش با لوازم آرشیه چی شروع میشه؟ لوازم آرشیه، یه لوازم آرشیه معروف بگید. آفرین ابوالفضل، مثل این که اصلا به اسمت نمیخوره لوازم آرشیه بلد باشی. ابوالفضل لوازم آرشیه نیوه آ، نیوه آ. برعکسش رو بخونیم میشه اسم زندان، زندان اوین. به دخترها اینوری میگم یاد بگیرید، به پسرها اینوری، چون پسرها در آینده اینوری کاربرد دارن، زندان اوین، دخترها اینوری. البته پسرها الان ماشاءالله اینوری بیشتر کاربرد دارن. لوازم آرایشی نیوه آ، بچه ها لوازم آرایشی نیوه آ، نه یه و آ، تا توماتوم، ت توماتونا، تو نا. بچه ها هر وقت اینا رو دیدید، هر وقت اینا رو دیدی، اینا فاعلن. خیلی خوشگله نکتش ها، اینا رو دیدی بگو فاعل. مثلا ذهبا فاعل، ذهبتم فاعل. بچه ها بگو عرفا فاعل، عرف چیه بچه ها؟ چیه بگو؟ چیه بچه ها؟ چیه بگید؟ بگید که چه نقش داره؟ آفرین آفرین. اونا که نوشتن فاعل کل باشوزا، داشت باشوزا، که جز اینا سلام. آقا کرم میری کر رو چی بگم آخه؟ نه هیچی نگم، الان امکان داره ضبط کنید پخش کنید بعدن آبرومون بره. آقا چی بگم الان؟ که مریم ایدرزاده، الان که اینجا داریم، الان که داریم اینجا، بعد نوشتی فاعله، میگه فارسی بگه ما میفهمیم. آخه کلباشوها فارسیش زشته، ترکیش مثلا عزیزم عشقم لطفا اشتباه نگو توی این مایاست، اوکی؟ ولی فارسیشو بگم میشه خاک تو سرت، زشته دیگه، اوکی؟ ولی ترکیش چیزه یه ذره با محبت تره. کل باشوا یعنی که عزیزم لطفا دوچار اشتباه نشوید و دوچار خطا نشوید، منظورم اینه، اوکیه؟ بله ماشاءالله همه تو ترکی بلدید. نمیشه نه آقا، کی گفته میشه عزیزم عشقم لطفا درست بزن؟ میشه خاک تو سرت.
نه بچه زشته، معلم که نمیگه خاک تو سرت، یعنی لطفا دوچار خطا نشوید بچه. آقا که داریم اینجا، این که فاعله، آقا اینو دیگه گربه های تو کوچه هم بلدن دیگه بچه ها، الان که نداشتیم که اینجا میگی فاعله بچه ها. پس چه ضمیرهایی به فعل میچسبن میشن فاعل؟ چه ضمیرهایی؟ ضمیرهای متصل مرفوعی، نه یه و آ تعتم آتم بچه ها نگاه کنید، زبط زبط ما زبطم زبط زبط ما زبطنا زبط و زبنا، اینا فاعله، اینا رو میخونیم. یا بچه ها یذهبن ذهبن اذهبی ذهبا ذهبوا، اینا فاعلن. پس بچه ها بعدن گفتم لوازم شنیوا تعتم آتم، نگی کدوم ضمیرها، نگو کدوم ضمیرها، اینا 99% فاعلن. اون 1% رو تو درس 6 عربی 10 میخونیم نای فاعلن، تو درس 7 11 هم میخونیم اسم افعال ناقصن. پس بچه ها 99% فاعلن، 1% رو بعدا میخونیم. ضمایر متصل منصوبی، ه هما هم ها هما هن که کما کم، بچه اینا مفعولن. چرا مفعولند؟ خوب گوش کن ببین، ه هو هما هم ها هما هن که کما کم که کما کنه، اینا خوب گوش کن، اینا مفعولن. یادت میومد اولش هم یه ایا میومد بازم میشد مفعول، ایاهو ایاهما ایاهم ایاها ایاهما ایاهن ایاک ایاکما ایاکم ایاک. بچه اینا مفعولند، بگو اینا مفعولن. پس بیا بالا جمع نگاه کن، الان عرفکه چه نقشی داره؟ عرفکه مفعول، فاعل نیست بچه. پس یادت نره، بیا بالا یه جمع بندی کنیم تا اینجا، یه جمع بندی کنیم، جمع بندی حواسه اینجا باشه، یه جمع بندی. هو هما هم هیه، بچه ها با من تکرار کنید، هو هما هم هیه هما هنه، اینا چه نقشی دارن در عربی؟ تایپ کنید لطفا، اینا چه نقشی دارن؟ اینا چه نقشی دارن؟ اینا مبتدان. آفره. حالا یا که یا کما یا کم یا 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 نا یا هو، اینا چه نقشی دارن در عربی؟ اینا چه نقشی دارن؟ اینا مفعولن. آفره. اوکی تا اینجا وایسم. لوازم آرایشی نیوا یا برعکسش زندان اوین تاتوماتوم تاتوماتونا تونا، اینا به فعل میچسبند. اینا چه نقشی داشتن؟ چه نقشی داشتن؟ اینا فاعلند. راضی ام ازتون بچه ها. هو هما هم ها هما ها نکه کما کن که کما کن، نه به فعل بچسب، چه نقش داره؟ هو هما هم ها هما ها نکه کما کن، اینا چه نقش دارن؟ مفعولن. تموم شد کل ضمیرها، یک درس بود، کل ضمیرها تموم شد، حفظ نمیخواد بکنی ها. ببین گوش کن، میگی هو هما هم، اول جمله میاد انا معلمون، انا طالبون، انا مثلا من مثلا چی میگن دانشجو هم، انا ایرانی، من ایرانی هم، پس میشه مبتدا اول جمله میاد. نیوا تاتوماتون که به فعل میچسبه، شناسش کننده کار فاعله. ایاکه ایاکما ایاکه نبود، اینه تو را میپرستیم، ارا داره میشه مفعول. ایاش هم برداری بازم میشه مفعول. هو هما هم ها همین، تمام 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 گده. بریم بریم بچه ها، بیا بالا باجی بریم بچه ها. این ضمایر نوشتم اینجا، همه چی میتونه باشه. سفتاصد فعل، سفتاصد فعل بچه ها، فعل ها در عربی یا ماضی هن یا مضارن یا امرن، یا ماضی هن یا مضارن یا امرن. بیا بالا، همه بالا، همه بالا بچه ها. ماضی، ماضی ببین بچه ها، ما در عربی، من اینو یک کوچولو چکلا کنم، کوچیکش کنم، یک کوچولوکتر، یه ذره دیگه کوچیکتر. بله بچه ها کل تصویر رو دارن دیگه، بله دارم آنس، همه تصویر رو. عالی 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 عالی. بریم بچه ها ببینیم، ما در عربی اینجا رو ولش کنیم، اینجا رو نگاه کن، ما در عربی ماضی داریم، ماضی یعنی گذشته. دارم عربی هفتم رو درس میدم، خیلی خوب دقت کنید و هدفتون فکر کنید. اوکی بچه ها، یه ماضی داریم نه گذشته. عرب پا 14 تا صیغه دارن، 14 تا. نگاه کن انگشتای دستو نگاه کنید بچه ها، اینجا رو نگاه کنید،
اینجا سه بند نگاه کن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 تاست. نگاه کنی بعضی دارن بندای انگشت رو نگاه کنن، 14 تاست. اوکی اینا همه نگاه کن دو تایی ان، این آخریه، این یه دونه ایه. اوکی میشه 14 تا. اوکی عرب ها چرا بیشتر از ایرانی ها صیغه دارن؟ بچه ها یه سوال من اینو پاکش کنم، یه سوال بپرسم بچه ها، عرب ها چرا بیشتر از ایرانی ها صیغه دارن؟ عرب ها چرا بیشتر از ایرانی ها صیغه دارن؟ بله 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 دقیقا آفرین. نه بچه ها منظورم اون صیغه نیست، منظورم صیغه های عربیه. آفرین آفرین، منظورم صیغه های عربیه. بچه ها خوبش کنید، برای اینکه ایرانی ها میگن رفتم رفتی رفت رفتیم رفتید رفتم رفت پسره رفتی دختره به ما رفتید رفتند. چند نفر رفتند؟ دو نفر. بچه ها مام بابام رفتند، جد آبادم رفتند، بازم میشه رفتند. ولی تو عربی بین مثنا و جمع فرق قائل میشن، بین خانم آقا هم فرق قائل میشن، به خاطر این تعداد صیغه‌شون شده 14. اوکی یه دونه بچه ها 6 تا غایب داریم. پسر رفت، دختر رفت، دو تا پسر رفت، دو تا دختر رفت، چند تا پسر رفتن، چند دختر رفت، میشه 6 تا. مخاطب داریم، مخاطب یعنی حاضر، اینا غایبن اینا حاضرن، مخاطبن. اوکی یه پسر رفتی، یه دختر رفتی، دو نفر رفتی، دو تا دختر رفتی، چند تا پسر رفتی، چند تا دختر رفتی. متکلم دارم، رفتم دیگه دختر پسر نداره، رفتیمم دیگه دختر پسر نداره، میشه 14 تا. حالا میخوایم صرفش کنیم، بیا بالا بچه ها، میخوایم صرفش کنیم. ذهب، ذهبا، ذهبو. دختر باشه ذهبت، ذهبتا، ذهبنا. حاضر باشه ذهبت، ذهبتما، ذهبتم، ذهبت، ذهبتما، ذهبتنا، ذهبتو، ذهبتو، ذهبنا. اوکی میشه چند تا صیغه؟ شد 14 تا. خوب دقت کنید ها، شد 14 تا. بچه ها اینجا رو ولش کنید، نگاه کن اینجا رو، اینجا نگاه کن. نداره شناسه، نداره ند، ند نداره. بچه ها اینجا نگاه کنید، ند، ند. یه، ید، ید. یه، ید، ید. میم، یم. ببین بچه ها خوبوش کنید اینجا رو، ببین این آبی ها رو نگاه کنید، این آبی ها، این آبی ها نگاه کنید بچه ها. صیغه اول ذهب، رفت. اوکی رفت، شناسه نداره، آخرش رفت. دو تا باشه میشه رفتند، چند تا پسر باشن میشه رفتن، یه دختر باشه رفت نداره، رفتند، رفتند. یه پسر جلوت باشه یا یه دختر چی میگی؟ رفتی. دو تا باشن رفتید، چند تا باشن رفتید. خودم رفتم، رفتیم. این 6 تای فارسیه که اینجوری تقسیم میشه. پس بچه ها من میپرسم شما بگید، بچه ها بگید، تکرار کنید. جلسه، معنیشو بگید، نشست. جلسو، جلسو، نشستند. یه بار جلسه، نشست. جلسا، نشستند. جلسو، نشستند. جلستو، جلستو، نشستم. جلسنا، نشستیم. بچه ها پس یاد نره، اینو گفتم برای کسایی که هی قاطی میکنن. تو مدرسه ما همینجوری بود، معلم میگفت جلسو، گفتیم می نشینه، معلم میگفت می نشه، نه 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 نشستیم، نه 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 آقا خواهر نشد، نه 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 این گفتیم محمد برسون دیگه، خاک بر سرت محمد، بچه ها برسونید، نشستی. بچه اگه میگفتیم همینجور یکی درست در میمد دیگه. ببین جلسو، جلسه، جلسا، جلسو، جلسه، جلسا، جلسو، نشستند. خیلی ساده. اوکی اینم از این. بچه ها حالا ببینیم بهشون چی چسبیده، بهش چیا چسبیده. به زهبه هیچی نچسبیده. پس بچه ها به زهبه هیچی نچسبیده، ضمیر ندارد، ضمیر ندارد. ذهبا آبش چسبیده، ذهبو واوش چسبیده. بچه ها به این آ چسبیده، به این و چسبیده. اون الفش چی نیست؟ عربه بهش میگن الف زینت، بلش کن چرت و پرت. ذهبت بهش چسبیده، هیچی. اون ت نشون میده طرف دختره. بچه ها یادت نره طرف دختره. نگاه کن اینجا رو، نگاه کن اینجا رو.
ذهبت جلوه الی المدرسه. جلوه اسمی که شاگرده قدیم من بود، اسپانیایی بود مامانش، اسمشو میخواستم بزن آنجلا، قبول نکرده بودن تو ایران، اسمشو گذاشته بودن جلوه. مامانش هم فارسی چی بلد نبود. بچه ها جلوه، باباش ایرانی بود، مامانش اسپانیایی بود. جلوه به مدرسه رفت. جلوه پسر جلوه اسم دختره، جلوه اسم پسر دختره، دختره بهش شده ذهبت. بچه ها میشه مستر جلوه یا میسیز جلوه؟ میسیز جلوه. آقا جلوه یا خانم جلوه؟ معلومه خانم جلوه. عرب ها ذهب یا ذهبت؟ ذهبت. کتب یا کتبت؟ کتبت. دخل یا دخلت؟ دخلت. بچه ها پس این تنش میده طرف دختره، بهش میگن تای مؤنث، تای تانیث، تای مؤنث، تای تانیث. پس این ت نشون میده، ت نشون میده طرف دختره، بهش میگن تای تانیث، تای مؤنث، تای تانیث. این ت نشون میده دختره. زهبتا اینم یه ت داره یه آ داره، آش میشه فعال، چون ت رو برداری میشه زهبا، پس زهبتا ت تانیث داره. آش میشه فاعل، آ میشه فاعل، پس اینم شناسه نداشت، ضمیر ندارد، ضمیر ندارد. بچه ها عربی هفتم، هفتم دارم میگم، آ زهبا، زهبت آ، زهب نه نون، نون، زبت تا، زبتما توما، زبتم توم، تا توما توم، زبت ت، زبتما توما توما، زبتون نه تون نه، زبتو تو، زبتو تو، زبنان نه. بچه ها بیا بالا، همه بالا، سرها بالا، کله بالا، انرژی ها بالا. بچه ها عرب ها ماضیشون چند تا صیغه بود؟ ماضی چند تا صیغه داشت؟ 14 تا. چند تاش مستتر از این 14 تا؟ بچه ها از این 14 تا چند تاش عاشق این تون تون تایپ کردن ندونم، ماشاءالله همینجوری تایپ کنید تستا رو 10 ثانیه میزنید. بله بچه ها عرب ها 14 تا صیغه دارن، دو تاش 14 تا صیغه دارن. بیا بالا، کجا داری در میری؟ بیا بالا، گبره تازه شروع کردیم. 14 تا صیغه داره، 14 تا صیغه داره، اوکی؟ دوتاش مستتره، دوتاش مستتره، 12 تاش آشکاره. یعنی با چشت میتونی ببینی، نیا کن با چشت، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. بچه ها این صیغه یک ضمیر نداره، ضمیر نداره. صیغه 1 و 4 ضمیر نداره. بریم سراغ ادامه جزوه. در ماضی، در ماضی اینا رو نوشتم، بچه هر چی که دارم شفاهی میگم نوشتم. در ماضی صیغه‌های 1 و 4 ضمیر ندارن و ت در صیغه 4 و 5 نشانه مؤنث آن فعل است، نشانه مؤنث آن فعل است. حل. بریم سراغ بعدی. جد مضارع جدولش مثل ماضیه، به زمان حال آینده دلالت کنه. یذهب و بچه‌ها نگاه کنید رو، یذهب و یذهبانه چیش فعالشه؟ آ. یذهبونه واو، تذهبو نداره، تذهبانه آ. بذار اینا کوچیک‌ترش کنم، میذاره اوکی. بچه‌ها یذهبو نداره، یذهبانه آ، یذهبونه واو، تذهبو نداره، تذهبانه آ. یذهبنه نون، تذهبو نداره، تذهبانه، تذهبونه، تذهبینه، تذهبانه، تذهبنه، اذهبو نذهبو. بچه مضارع چند تا صیغه داره؟ 14 تاش. چند تاش مستتر بود؟ چند تاش مستتره؟ یذهبو، تذهبو، تذهبو، اذهبو، نذهبو. بذار توی برگه سفید برات بنویسم بیشتر متوجه بشی. تو برگه سفید بنویسم، نگاه کن اینجا، ریا کن. یذهبو، یذهبانه، یذهبونه، تذهبو، تذهبو. بچه جلسه اول ما پایه است، خوب دقت کنید پایه رو. تذهبو، تذهبانه، یذهبنه، تذهبو، تذهبانه،
تذهبون چند تا شد؟ 14 تا خوشگل. حالا بریم سراغ فعالاشون. یذهبون نداره بچه ها، نداره ضمیر. اولا معنیاشون رو بگیم، بلدید بگید معنیاشون رو؟ بریم ببینیم چه خبر. آیا تصویر رفته؟ بچه ها صدا تصویر شما دارید؟ اول اینو بگید، چون دو نفر نوشته صدا تصویر. آره هست صدا تصویر، عالی. ما هستیم آقا آنلاینیم شدید. بریم بیا بالا. آقا آرزو نشه استاد مستتر چیه؟ بهت میگم مستتر چیه. اوکی میگم بهتون. بیا بالا اینجا نگاه کن بچه ها. من میگم معنیشو بگید. یذهبو میرود. بچه ها تکرار کنید. یذهبون میروند، اذهبو میروم، نذهبو میرویم. میره مخاطبا، مخاطب اینا شش تا قایم مخاطب. تذهبو به یه پسر جلوت وایساده میروی، به یه دختر جلوت وایساده تذهبینه. بچا تذهبینه یه نفره، قیافش شبیه جماست، خیلی حواسشون جمع میشه، فکر کنم تذهبینه جمعه، حواسشون پرت میشه. میروی، چند تا پسر جلوتم مخاطبن، تذهبونه میروید، دختران میروید. پس بچه ها اینا رو قاطی نمی کنید دیگه، یاد بگیری. بریم سراغ شناسه ها. یذهبو هیچی بهش نچسبه. ببین من یذهبو ریشش ذهب است، چی داره آخرش؟ هیچی بهش چسب. یذهبانی یه دونه آ داره یه دونه نون داره. معلم ما میگفت آ میشه فاعلش، من میگفتم خدایا چرا نون نمیشه؟ معلم میگفت آقا نمیشه دیگه. بعدم فهمیدم چرا نمیشه. بچه ها این مثلا لم و لما بیار اولش، نونش میفته، لم یذهبا. بچه ها چیزی که میفته نمیتونه کننده کار باشه که فاعل باشه. فاعل چیزیه که به فعل چسبیده، شناسشه. بچه ها این نون میفته، این وفادار نیست. مثل شما که اینجا آنلاین هستید و از اول کلاس هستید، یه رو 20 دقیقه قبل کلاس هم اومدید، بچه ها وفاداری. این بچه این نون وفادار نیست. بچه ها پس یادتون نره این آ میشه فقط فالش، یه زبونه فقط واوش. تذهبو هیچی نچسبیده، تذهبانه آب، یه زهب نه. بچه ها این نون هیچ وقت حذف نمیشه، نون هیچ وقت حذف نمیشه. به خاطر همینه میگن همه این نونا میفته جز 6 و 12. 6 و 12 مال خانماست، نون خانما هست نمیشه، چون نون خانما خوردن نداره، نون خانمها خوردن نداره. یعنی خوردن نداره، یعنی کسی حق نداره نون شما رو حذف کنه. هیچ وقت 6 و 12 نونشون حذف نمیشه. اوکی بچه ها یادتون نره. پس اینم میشه نونش. تذهبو نداره، تذهبانه آ، تذهبونه واو، تذهبینه یه، تذهبانه آ، تذهبنه نون. اذهبو نداره، نذهبو هم نداره. بچه ها همه بالا. ببین چند تا صیغه نداشت. 1 2 3 4 5. بچه ها شما هم تو جزوه همینجوری خوشگل می نویسید. حالا منظورم از نظر رنگی و از نظر دست خطی نیست. بچه ها همه بالا. چند تا صیغه داریم؟ 14 تا. چند تاش پنهانن؟ آرزو مستتر یعنی پنهان، استتار کرده طرف یعنی پنهان شده. چند تاشون پنهان شدن؟ آفرین فرشته هم نوشت 5 تا. 5 تاش مستتره، پنهانه. چند تاش بارزه؟ 9 تاش. یعنی با چشت میتونی ببینی، بارز یعنی آشکاره، با چشت میتونی ببینی اینا رو بارزه. بچه ها مخففه اینایی که دورشون دایره زدن بارزن چی میشه؟ اینایی که دورشون دایره زدن مخففش میشه چی؟ ابوالفضل درست نوشت، فاطمه درست نوشت، لیلا درست نوشت. این اسما رو من میگم تا برای تو ذهنم بمونه. معصومه، سما، نرگس، الیکا، عبدالرحمن، رازیه، شیرین، علیرضا، آیسا، وینوش،
سلاله، زینت، معصومه، امیررضا، سپهر، به 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 به. بچه ها میشه لوازم آرایشی نیوه عادی و آ یا زندان اوین. بچه ها این بود دیگه قضیه زندان اوین یا لوازم آرایشی نیوه. پس بچه ها اون نقطه‌ای که بارز بود، اون نقطه‌ای که بارز بود میشه لوازم آرایشی نیوه آ. درست بخرید ها، برندش اینجوری نوشته میشه نیوه آ. ای و آر می نویسه، اون ماله من اینجا نیست، این برندش اصلی، اون ماله مدین ربات کریمه. حواستون باشه بچه ها. بریم سراغ بعدی، بریم سراغ جزوه، بریم سراغ جزوه. اینم مضارع رو گفتیم، مضارع رو گفتیم، بریم سراغ بچه ها. اینجا هم نوشتم در مضارع 5 صيغه 1 4 7 13 14 شماره تلفن خونهشون رو حفظ کن. 1 4 7 13 14 147 13 14 147 13 14 همیشه بچه ها مستترن. نوشتم 9 صيغه بعدی فاعلشان است، ولی 9 صيغه دیگه از ضمیر بهشان چسبیده که فاعلشونه. بچه ها پس این 5 تا صيغه 147 13 14 یاد داره. بریم سراغ بعدی. بعضی از صيغه های مضارع بچه ها شبیه به هم بودن، بعضی از صيغه های مضارع شبیه به هم بودن. یعنی چی؟ نگاه کن اینجا رو، اینجا نگاه کنی، بزن اینجاست، بله اینجا، اینجا نگاه کن، تذهب و تذهب و تذهبانه تذهبانه تذهبانه. بچه ها اینا رو تو جمله میفهمید که کدومه، تو جمله متوجه میشید. مثلا هما تذهبانه یا انتما، هو هما هم هما هیه هما هنه. بچه ها این غایبه، انتما برای مخاطب است، انت تو انتما، تو جمله متوجه میشیم. مثل کلمه شیر، شیر در فارسی به چه معناست نمیدونیم، باید تو جمله بگیم. صبحونه شیر خوردم، شیر پاستوریزه. رفتم جنگل شیر دیدم، یعنی شیر جنگل. رفتم دستشویی، دستشویی مدرسه، شیرش خراب بود. چه شیری خراب بوده؟ شیر جنگل که خراب نبوده که بذارن اونجا. شیر پاستوریزه خراب که نمیذاره تو دستشویی مدرسه. شیر آب خراب بوده، شیر آب. بچه بریم سراغ این نکته. ماضی با چی منفی میشه؟ خوب دقت کنید، داره پایه ها میره جلوتر، پایه ها داره میریم جلوتر. خوب بشنوید، ماضی با چی منفی میشه؟ ما، مثل همون نات انگلیسیه. مضارع با چی منفی میشه؟ لا. بچه قد با ماضی بیاد میشه ماضی نقلی مثبت. رفتم، رفته ای، رفته است، رفته ایم، رفته ای، رفته. اینجوری یه کانه بیاد میشه ماضی بعید. بچه ها خوب بوش کنید اینجا رو، حفظ نکنید. کانه گذشته است، یعنی بود. با یه فعل گذشته دیگه بیاد میشه ماضی بعید. چرا؟ گذشته در گذشته میشه گذشته های دور دیگه. رفته بودم من 5 سال پیش مثلا به بندر عباس رفته بودم. بچه ها پس یه بار دیگه، ماضی با چی منفی میشه؟ با ما. قد بیاد میشه نقلی، رفتم، رفته ای، رفته است. با یه کانه بیاد، چون خودش گذشته است، کانه هم گذشته است، گذشته در گذشته میشه گذشته های خیلی دور، ماضی بعید. حالا اگر با مضارع بیاد چی؟ میشه استمراری. چرا؟ کانه گذشته است، مضارع حاله، هی برو گذشته، هی بیا حال. چیزی که از گذشته شروع شده تا حال ادامه داره بهش میگن استمرار. من پارسال هر هفته به استخر میرفتم، میرفتی. بچه ها اینا رو حفظ نکنید، اینا رو لازم داریم تو تستا، اینا رو لازم داریم. بریم سراغ این تستا، بریم سراغ تست ها، برگردیم بقیهش. تست ها اینجا بودیم. بریم سراغ این نکته. تست 6 الان نمیزنیم، تست 6 نمیزنیم، تست 7 نمیزنیم، تست 8 الان نمیزنیم، تست 9 بله بچه ها، تست 9 لطفا حل کنید الان، تست 9، تست 9 حل کنید لطفا. سما نوشته قد بر سر مضاربه تو جزوه داریم، معنی گاهی شاید میده. بله تو جزوه داریم.
اون آب به من میدی مهندس؟ بذار خودم بردارم. بچه جوابش بریم بریم چی میشه، بریم بریم جواب چند میشه. ببین اخوات مؤنث، هاولائه اولائکه، تلکه مفرد غلطه، هاذهی مفرد غلط، سوفه تکتب و سوفه یکتب نه. بچه ها فعلی که وسط جمله میاد باید از قبلی مطابقت کنه، تکتب و غلط میشه یکتب نه، جواب میشه گزینه سه. حالا چی رو فهمیدیم اینجا؟ اینجا اینو فهمیدیم، خوب گوش کنید بچه ها، اینجا اینو فهمیدیم، بیایید بالا، اینجا اینو فهمیدیم از این نکته، خوب گوش کنید بچه ها، بیا بالا. سوال همه چیه؟ خوب گوش کنید، سوال همه این پایین نوشتم. فعل بالاخره اول جمله چجوری میاد؟ آخرش نفهمیدیم. آقا معلم ما میگفت فعل اول جمله مفرد میاد، فلان میاد، آخرش ما نفهمیدیم. بیایید بالا اینجا، اینجا نگاه کنید، اینجا رو نگاه کنید بچه ها. ذهب المعلمون، المعلمون ذهب. خوبش کنید، ذهبوا المعلمون، ذهبوا الى المدرسه. اینجا رو نگاه کنید بچه ها، بین این دوتای اولی ذهب، بچه ها دوتای اولی نگاه کنید، دوتای اولی این دوتا، ذهبوا المعلمون درسته یا ذهب المعلمون بالایی یا پایینی؟ هیچی جواب ندید. من تو مدرسه بودم، خدای بالایی درسته دیگه، معلمون جمع، اینم جمع بیاد دیگه. معلم میگفت نه این غلطه این درسته، میگفتیم چرا؟ میگفت فعل اول جمله مفرد میگم، میگفتیم چرا؟ میگفت یه قاعده است. بعدم بچه خودم نشستم خوندم فهمیدم چرا بالایی غلطه چرا پایینی درسته. کسی میتونه توضیح بده بهش؟ من میکروفون بدم بگه چرا، چرا بالایی غلط پایینی درسته؟ بله مونا درست گفت. مونا شما میکروفون دارید بتونید بگید دلیلشو؟ معلم هم گفت بچه هم حفظ میکنم، میگم فعل اول جمله مفرد میاد، در حالی که اینجوری نیست. سمیرا هم درست گفت. اینا که دارن درست میگم، هر کدومشون میکروفون دارن، من میگم اگه داشتن بگم. شیرین هم درست گفت. اینا که اسمشون رو میگم اگه میکروفون دارن بگیم واس کنیم. راضیه درست گفت. خیلی تا آخر سال با این نکته کار داریم. عطیه هم درست گفت. نگین درست گفت. امیرحسین درست گفت. میکروفون اگر کسی اینا که اسمشون رو میخونم دارن بگن میکروفونشون رو وصل کنیم. الان میگم دوباره. بله یا تایپ کردن هنوز نیومده یا هنوز تایپ نکردن که اینا که اسمشون رو گفتم میکروفونم بهشون بدیم توضیح بدن. هر کسی هم میخواست بچه ها میتونه با تصویرم بیاد بالا، ما تصویرم میتونیم بهتون بدیم. هر کسی خواست از دفعه بعدی خیلی خوشتیپ بشینید که یه وقت خواستید وصل کنید، وصل کنیم با تصویر بیاید بالا. ببینید خوبش کنید، حواس اینجا باشه. ببین چرا بالایی، چرا بالایی غلطه؟ ببین معلم هم گفت فعل اول جمله مفرد میاد، گفتیم چرا؟ هم گفت قاعده است. بچه ها ذهب و واوش فاعلشه، هم معلمون فاعلشه. بچه ها در عربی هر فعل چند تا فاعل داره؟ فعل فاعل. در عربی هر فعل یه فاعل داره، نمیتونه دوتا کننده کار داشته باشه، دوتا فاعل داشته باشه. مثلا اومد سعید و وحید
فقط سعید فعال، وحید فعال است. اومد سعید و وحید و مجید و نوید و امید و فرید و بعید و شهید، هیچ کدومش فعال است، فقط اولی فعاله. در عربی عرب ها میگن هر فعل یه فعال داره. اوکی؟ پس اینجوری هم ذهبو میشه فعل، واوش میشه فعال، معلمون هم میشه فعال. پس دو تا فعال پیش میاد. ولی تو پایینی این میشه فعل، این میشه فعال. اوکی؟ پس یادتون نره. پایینی رو نگاه کنید، پایینی رو نگاه کنید. این معلمون اول جمله است. فعل بعدی باید از اسم قبلی مطابقت کنه. غلطه. بچه ها غلطه. درستش میشه چی؟ میشه المعلمون ذهبوا. درست این میشه المعلمون ذهبوا. این میشه فعل وسط جمله. اوکی، از اسم قبلی مطابقت میکنه. اینو همتون میدونید. این چی؟ این درسته. فعل واوش فاعلشه، الالمدرسه هم جار و مجروره. بچه ها پس یک نکته یاد گرفتید، فعل اول جمله میاد همیشه مفرد نمیاد. گوش کن یه بار دیگه بگم. اوکی، فعل اول جمله همیشه مفرد نمیاد. فعل اول جمله زمانی مفرد میاد که جلویش بشه فاعلش. اگر جلوش فاعل نداشته باشه مرض داره، میگه مفرد بیاد، هر جوری دوست داره بیاد، به ما ربطی نداره. ذهبوا، ذهبا، ذهبتم، ذهبت، اون ت ت توما، اونا فاعلشن دیگه. بچه ها پس یادت نره فعل اول جمله مفرد میاد زمانی که بعدی بشه فاعل. اینجا رو نگاه کنید، سوال همه فعل بالاخره اول جمله چجوری میاد، آخرش نفهمیدیم. جواب فعل اگر کننده کارش، فعل اگر کننده کارش بعدش باشد فعل مفرد میاد. اگر فاعل ضمیر باشد به ما ربطی نداره، بیزه ربطی یختی، به ما ربطی نداره. ذهب فعل، معلمون فاعل. بچه ها ذهبو المعلمون غلط، ذهب در زدم، نگاه کن ذهبو المعلمون درسته. بچه ها پس اگر فعل شما اول جمله بود، جلوش فاعل بود، اون جلوی میشه فاعلش. پس فعل اول جمله رو مفرد میاری. ولی اگه جلوت فاعل نبود به ما ربطی نداره، هر جوری دوست داشت میاد. حالا تو تستا زیاد میبینی این نکته رو، تو تستا این نکته رو زیاد میبینی. فعل اگر اول جمله مفرد نیاد، حرف این دخترایی که اسمشون رو بردم و پسرها، اگر اول جمله مفرد نیاد دو تا فاعل داریم، در حالی که در عربی هر فعل یک فاعل دارد. یادت باشه فعل اول جمله اصولا غایبه. بچه ها اینو توی تجزیه ترکیب خیلی با این نکته کار داریم. تو عربی اصولا همه چی غایب میاد. مخاطب زمانی میاد که با یه نفر داری حرف میذاری، صداش میکنی. حالا این نکته رو بعدا زیاد میبینی. حالا من دوباره این نکته رو میبینید، با هم میخونیم اینو. حالا اینجا رو نگاه کن، نکته بی فرهنگی، گوش کنید اینجا رو، اینجا رو گوش کنید همه بالا. بچه ها صدا و تصویر همه چی وصله؟ صدا و تصویر همه چی وصله؟ اوکی، من یه هویی هیچی تایپ نمی کنید، دلم براتون تنگ میشه به خاطر همین. اوکی اوکی، بریم بریم. بچه ها نکته بی فرهنگ، این نکته خیلی کار داریم باش. عرب ها اولویت را متاسفانه مثل کشور خودمون با مذکر ها میدونن. اوکی؟ میگن اگر اسم جمله جمع غیر انسان بود همه چی براش مفرد مؤنث بیاد. عرب ها یه نکته بی فرهنگ دارن، میگن جمع غیر انسان مساوی مفرد مؤنث. مثلا واژگان هایی که، واژگانی که، مفردات جمع غیر انسانه. پرندگانی که، حتی چه بهتر، پرندگانو اصلا حیوانات جمع غیر انسان و عرب ها مؤنث دونستن، چون خودم من عاشق حیواناتم. بچه ها جمع، نکته بی فرهنگی، نکته بی فرهنگی چی شد؟ عرب ها میگن هرچی که جمع غیر انسان بود، جمع غیر انسان بود براش همه چی، همه چی جمع غیر انسان، همه چی براش مفرد مؤنث میاد. مفرد مؤنث میاد. پس یادت نرا مفرد مؤنث میاد. حالا بیا بالا، همه بالا، سرا بالا، کله ها بالا، انرژی ها بالا. اینجا رو نگاه کنید بچه ها، این نکته رو الان داشته باشید. سوال
6 بچه حل کنید. سوال 6 فقط. سوال 6 خطا میخواد. سوال 6 حل کنید. دست در نکنه. درود بر شما بابا. یه دو نفرم غلط بزنه خوشحال شیم. بچه شکر میکنم غلط نزنید. غلط بزنید از اون واژه های عاشقانه ترکی بهتون میگم. غلط نزنید. کدوم خطاست؟ ببین این درخت شجرت مؤنثه، برش مؤنث بود. طالبات دانش آموزان دختر مؤنثن، هاولای اومده باش. همکلاسی ها زملا، همکلاسی ها بچه ها، چرا براش زالکه بیاد؟ یه خانوم هم همینطور. ببین نگاه کن اینجا، اینجا نگاه کنید بچه ها. زملا جمع زمیله، زمیل یعنی همکلاسی، همشاگردی، همشاگردی، همکلاسی، همکلاسی. بچه ها پس یادت نره، برای جمع انسان، جمع انسان از اولائکه یا هاولائه استفاده میکنیم. بچه ها یه چیز جالب بگم، یه چیز جالب. عرب ها بین مذکر مؤنث فرق قائل میشن دیگه، بین دختر و پسر. اوکی تو هاولائه اولائکه نه، اولائکه برای دخترها و برای پسرها مشترکه. یعنی میخوایم بگیم این دختران هاولائه، این پسران هاولائه، آن دختران همینطوری که کن. هاولائه طالبات، هاولائه مثلا المؤمنون تلامیز، زملا. بچه ها هم چرا زالکه برش اومده؟ اینا جمعه، پس غلطه. جواب میشه گزینه سه. سوال بعدی رو بزنید بچه ها. سوال بعدی برو میخواییم بهتره کنیم ها. سوال بذار درشترش کنم اینو، عجب بزرگتر شد. سوال هفت بچه حل کنید. سوال هفت، نازنین نویجه چه عجب عرب ها فقط قائل نشده. بله بله کدوم صحیحه؟ راضی ام ازتون. مرسی مرسی مرسی. بیا بالا بیا بالا بیا بالا بیا بالا بیا بالا بیا بالا. هاولائه تمارین غلطه، آی غلطه. بچه ها اگه گفتین چه نکته ایه؟ گزینه یک، اول نفر برم کی تایپ مونه، چه نکته ایه این؟ گزینه یک چه نکته ایه؟ چه نکته ایه؟ برم کی یادشه اسم نکته؟ آفرین آفرین آرزو منا عطیه شیرین راضیه، احسن عبدالرحمن. بله نکته بی فرهنگیه دیگه این، نکته بی فرهنگی. تمارین 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 جمع غیر انسانه، هاولای غلطه. باید میشد هازهی، غلطه. پس باید میشد هازهی، این هاولای باید میشد هازهی. بچه ها گزینه دو، گزینه دو هم همینطور نکته بی فرهنگیه، باید میشد تلکه. گزینه سه هازانه مومنتانه، غلطه. باید میشد هاتانه، باید میشد هازانه چون مؤمنتان مؤنثه، باید میشد هاتانه، غلطه. جواب میشه گزینه چهار، چهار درسته چون مؤمنین جمع مؤمنین ا در آخرش. جواب میشه گزینه چهار. برو بعدی برو بعدی. سوال هشت بچه، سوال هشت حل کنید. سوال هشت، اوه 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 بچه ها چه زود گذشت، ساعت 3:02. باشه بچه، آموزشگاه که نیستش، داریم اینا رو جمع‌بندی میکنیم، ولی ذره کم زیاد شد مشکل نداره. بچه ها این تست رو بزنید. با
بله وقت تمامه، وقت تمامه. جواب چند میشه؟ بریم کیا درست دادن. ببین عمال بچه ها یعنی کارگران، جمع عامله، عامل یعنی کارگر، عمال جمع کارگرانه، جمع انسانه. پس ذالکه غلط، هازانه هم غلط چون جمعه، یا یک میشه یا سه. میگه این کارگران یا آن کارگران میروند به آن شرکت، شرکت مؤنثه، شرکت مؤنثه، آن شرکت. ذالکه غلطه، تلکه جواب میشه گذارن یک. هر کی یک زده عالی، هر کی یک زده عالی. بله برمیگردیم به اونجایی که بودیم، اونجایی که بودیم تا اینجا، تا نکته بی فرهنگی، نکته